بچه‌ها، من بالاخره لپتاپم عوض کردم، اومدم با هم بازش کنیم ببینیم چه شکلیه. امیدوارم پشیمون نشم اینو خریدم. لپتاپ ASUS TUF گیمینگ A15 فیلم که بازش کنیم. اول اینکه آمازون تخفیف خوب گذاشته بود، حقیقتا خیلی از لپتاپ‌ها تخفیف گذاشته بود دیگه. سال 2022 تمام شد، لپتاپ‌های این سال 2022 رو یه تعدادش رو تخفیف گذاشته بود، حالا من این انتخاب کردم. بابا لپتاپ رو باز میکنیم، این داخل لپتاپه. بس این خود لپتاپ بزن کنار ریفته. آه این استیکره، توی یوتیوب دیده بودم آنباکسینگش رو. اینا برچسبه، میتونید روی لپتاپ بچسبونی همشو. جالبه. حالا بروشور هم داره. اون لپتاپ رو میذاریم کنار. بریم دیگه چی داره؟ سری بروشور رو. شارژر داشته. چیز دیگه نداره بکنم. این لپتاپ رو من خریدم 1000 یورو. قیمت اصلیش بود 1300 یورو. 300 یورو تخفیف خورده بود. این لپتاپی که من میخواستم نبود، لپتاپ مورد علاقه‌ام که پولزم میکردم بخرم، ASUS TUF A15 بود، TUF A15 که لپتاپ خیلی خوبی بود. با اینکه تخفیف خورده بود حدود 1900 یورو پولش بود، دو برابر این حدودا. و خب من الان نمیتونستم بخرم، بود در آینده عوض کنم اونو بخرم. خیلی لپتاپ خوبیه و خیلی دوستش دارم. این یه شارژرش توش خود لپتاپ بود، شارژرش الان باز میکنم آره نشون میدم. و برچسب یه شارژر 200 واتی هم دارم. اینو بگم که شارژ اولیه نداره، تا اینو من بزنم شارژ شارژ بشه تا بتونیم روشنش کنیم و راه اندازیش کنیم ببینیم چطوری. یا سم کارتی داره ویندوز، ویندوز 11 روشه گفته شده، حالا ببینیم چه شکلی شارژش کنیم لپتاپ روشن کنیم. تو این رنز قیمتی واقعا این هاردویری که این داشت، سی پی یو ریزن 7 6800H داره با 16 گیگابایت رم، DDR5 این نسل جدیدشه، اینش خیلی خوبه، و 512 گیگابایت هم SSD داره، حافظه داخل داره. 4 تا فن داره، سیستم کولینگش خوبه، باکس سویچ داره. حالا اینجا فیلمشو میگیرم ببینید چه امکاناتی داره. الان بازم کنیم میرم قسمت اطلاعاتش خودتون ببینید. و تو این رنز قیمتی هیچ لپتاپ این امکاناتو نداشت. من خیلی مقایسه کردم، نزدیکترین رقیبش MSI G56 GF56 بود فکر کنم که این امکاناتو داشت، ولی رمش مال DDR4 بود، نسخه قدیمیش بود. مثلا اینو انتخاب کردم، لپتاپ خوبی خواب کردم. خب بچه ها بالاخره کارای ستاپ لپتاپ تمام شد، الان این اومد ویندوز 11. من قبلا تا الان با ویندوز 10 کار میکردم، حالا یه سری تغییرات باید بدیم. مای کامپیوتر بیارم اینجا، در افزارهایی که میخوام نصب کنم، دسکتاپش عکسش خوبه بکنم بذارم بمونه. بعد جالبه برای استفاده از ورد و پاورپوینت اینا، این نرم افزارهایی که میبینیم سالی $100 باید، €100 باید بدم. بعد گفتم نمیخوام، من دیکلاین کردم اینو. خب من مجبور شدم نرم افزار اوکم رو دانلود کنم که بتونم سفر رو رکورد کنم براتون. تو با گوشی رکورد میکنم، ریفلکشن نور اینا اذیت میکنه و نمیذاره درست رکورد بشه و کیفیتش پایینه. بذارید بریم تاسک منیجر ببینیم مشخصات لپتاپ چیه دقیقا. بزرگش کنم. بریم CPU. CPU هم چون که گفتم AMD Ryzen 7 6800H با 8 تا هسته و 16 تا ثرد. بعد کشش هم 16 مگابایت. رمش هم که گفتم 16 گیگ با سرعت 4800 نسل جدیدش DDR5. بعد اینم حافظه SSD 500 گیگ. وای فای هم که وصل شدم. اینم گرافیکش. یادم رفت گرافیکش رو بگم. گرافیک 3050 NVIDIA رو داره، RTX 3050، و گرافیک خوبیه. 4 گیگ ظرفیت داره و برای همه گیما رو میکشه، مشکل پیش نمیاد. برای کارهای ادیتینگ هم خوبه، چون لپتاپ قدیمی هم لنوو آیدیا پد گرافیکش ضعیف بود، واسه ادیت ویدیو خیلی به مشکل میخوردم. حالا اینو خریدم و و از این به بعد فکر کنم ادیت های بهتر کنم تا اگه وقتشو داشته باشم. تو قسمت جی پی یو هم میبینید که حافظه اختصاصی 4 گیگابایت هستش و شیرد مموری هم 8 گیگابایته. 4 گیگش از رم استفاده میکنه وقتی لازمشه بیشتر از این ظرفیت.
تنها بدی لپتاپ که تا الان متوجه شدم کیبوردش هستش که لیوتش آلمانیه. من حالا تغییرش دادم به انگلیسی، ولی خب انگلیسی الان دکمه ها و این لپتاپ قبلیم، ولی خب نوشتایی که روش تایپ شده اینا آلمانی هستش. باید داشت حفظ کنم که مثلا اسلش الان داشت فرق میکنه، اینجا بالاست، در واقع اسلش رو که من عوض کردم به انگلیسی باید پایین رو بزنم و این یه مشکله، مخصوصا واسه کد نویسی شاید به مشکل بخورم، نمیدونم. کیبوردش RGBه، همه رنگ ها رو داره. اصلا نور کیبوردش هم با F2 و F3 کم و زیاد میشه. الان خاموشش کردم. یه ذره نور دو وسط سرکه پر نورترینشه. میتونی شخصی سازی هم کنی، یه نور خاصی بده فقط برات، مثلا همش سفید باشه، همش مشکی یا مشکی قرمز باشه مثلا. این هم دو تا پورت USB-C داره، دو تا پورت USB-B داره، لند داره، HDMI داره و شارژر. بعد یه پورت هم اینجا داره، اسمشو بلد نیستم. باتریش هم 6 سلولی هستش. گفته خودشون تا 7 ساعت میتونه باتری بده، یعنی باوش نشه. تست گیمینگش هم خواسته براتون میذارم، تا گیم هایی نصب کنم ازتون میپرسم. از نظرم اینکه تا الان لپتاپ خوبی بوده. این حد اکثر مقداری که این صفحهش باز میشه، یعنی بیشتر باز میشه. صفحه نمایشش هم 1080 هستش، فول اچ دی، 144 هرتز، آی پی اس مات. دیگه فکر کنم چیزی نمون دیگه. هاردورش رو گفتم، سافتورش هم که گفتم، صفحه نمایشش هم گفتم. آها، فلزی اینم بگم، هم این فلزیه هم این فلزیه. و یه مشکل که لپتاپ قبلیم داشت، چون پلاستیکی بود اینجا فشار میدادی صفحه رو میرفت پایین، فلکسیبل بود و این سالیده، چون فلزیه خوب بالاخره و مستحکم حتی. و همچنین نمایشگرش میبینید مال اون که پلاستیکی بود لنوو خیلی تاب میخورد، مال این حتی کلوفتر هم هست، زخیمتر هم هست و تابش خیلی کمه. قبل اینکه بینید یه چی یادم رفت بگم، یه دونه ماوس گیمینگ ریزر هم خریدم، ببینم چیه. ریزر باسیلیسک، این هم حدود 560 رو بکنم خریدم لسپش کنم. من موس خوب و خوش دستی، حالا دوست داشتین شما هم میتونین برنده بگیرید. کلا ریزر محصولات خیلی خوبی میده، من راضی ام ازش. ولی خب گرونه دیگه، هم لپتاپ های ریزر خیلی گرونه، من هم خیلی لپتاپش رو دوست دارم و هم خودش هم وسایل دیگرش گرونه، هم موس و کیبورد همه چیزش گرونه ریزر. خب همین بود، امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. سوالی داشتین در مورد لپتاپ یا ویدیوهای دیگه حتما بفرستین توی کامنت ها. سابسکرایب و لایک هم یادتون نره. خدا.